بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان ارجمند سلام بر شما و این برنامه از بازنگری رخدادهای مهم سیاسی افغانستان و جهان در هفت روز اخیر خوش آمدید. در رویدادهای داخل این هفته با تک نماینده بودن حوزه‌های انتخاباتی در طرح اصلاحات انتخاباتی مصوبه کابینه می‌پردازیم و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به سفر رئیس جمهور اشرف غنی و اعتراض‌های مردمی در ولایت بامیان. در بخش بین المللی این هفته نیز تحولات سوریه و منافع کشورهای دخیل در بحران این کشور مورد بازخوانی قرار می گیرد. طی روزهای گذشته جلسه کابینه طرحی را در مورد اصلاحات انتخاباتی به تصویب رسانده که تک نماینده ای شدن حوزه های انتخاباتی یکی از ویژگی های اصلی و البته جنجال برانگیز آن است. این طرح قرار است بعد از نهایی شدن به صورت فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور صادر شده و اجرایی گردد. اما این طرح با چالش های بسیاری مواجه است. حتی در درون ارگ ریاست جمهوری نیز مواضع مختلفی در قبال این طرح انتخاباتی وجود دارد. طرحی که بر مبنای تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی روی دست گرفته شده، اما اگرهای بسیاری دارد و از همین حالا معلوم است که به گفته معاون دوم ریاست جمهوری مشکلات بسیاری به لحاظ حقوقی، فنی و عملی دارد. طرح انتخاباتی که در جلسه کابینه در روزهای گذشته به تصویب رسیده قبل از نهایی شدن و پیش از آن که از سوی رئیس جمهور به شکل فرمان تقنینی صادر گردد با انتقادها و اعتراضهای بسیاری مواجه شده است. در اولین واکنش ها معاون دوم ریاست جمهوری آقای دانش گفت که این طرح به لحاظ حقوقی، فنی و عملی مشکلات فراوانی دارد. روزهای بعد از آن نیز انتقادها روند فزاینده یافت و نهادهای آزاد و مدنی انتخاباتی نیز چالش‌ها و مسائل بسیار از این طرح برشمردند. بر اساس قانون انتخابات سال 1383 هر ولایت یک حوزه انتخاباتی پارلمانی در نظر گرفته شده که هر یک از این حوزه‌ها بر حسب جمعیت دارای 2 تا 32 کرسی در مجلس است. در واقع از 250 کرسی مجلس 240 کرسی آن از بین ولایت ها تقسیم شد و 10 کرسی دیگر به کوچه ها اختصاص یافت است. در چارچوب طرح جدید و تک کرسی شدن نظام انتخاباتی سران افغانستان به 250 حوزه تقسیم می شود و از هر حوزه تنها یک نفر نماینده به مجلس راه می یابد. از همین حالا مشخص است که این طرح در روزهای آینده مصدر جنجال ها و تنش های تازه میان جناح های سیاسی و اجتماعی کشور خواهد شد. در مجمع حکومت اولین انتقاد را آقای سرور دانش معاون ریاست جمهوری انجام داد و بدین شکل دو دستگی و اختلاف را نه تنها در درون حکومت که در داخل تیم ریاست جمهوری به نمایش گذاشت. این موضوع از حساسیت بسیاری برخوردار است و هر جوری که به قضیه نگاه کنیم در شرایط کنونی کشور و در وضعیت ابتداییات آماری و اطلاعات جمعیت شناختی در اختیار نیست و امنیت در بسیاری از ولایات کننده و متزلزل است، این طرح قابل اجرا نخواهد بود. چرا که اولین سوال و چالش برای اجرای این طرح این است که کشور چگونه به 250 حوزه برای انتخاب 250 عضو مجلس نمایندگان تقسیم می شود. سهمی حداقلی 2 نماینده زن از هر ولایت که بعداً از آن به سهمی 25% زنان در مجلس تعبیر شد چگونه تامین می شود و دشواری های حقوقی، فنی و عملی آن چگونه حل می شود؟ طرح تک کرسی برگرفته از نوع نظام های انتخاباتی است که برای یک کشور انتخاب میشه که نظام چطوری باشه، نظام انتخاباتی تناسبی باشه، اکثریتی باشه، بعد حوزه های رای دهی چطوری باشه. در طرح تک کرسی هر کرسی یک حوزه انتخاباتی در نظر گرفته میشه. سابقهش در تاریخ افغانستان وجود داشته. هر سیستم انتخاباتی را که ما ببینیم نقاط مثبت خود داره، نقاط منفی خود داره. متأسفانه چیزی که افغانستان نیاز داره اول یک انتخابات است، دوم یک انتخابات شفاف است، سوم یک انتخابات عمومی است، چهارم یک انتخابات آزاد است که در افغانستان وجود متاسفانه ندارد. وقتی که قانون اساسی افغانستان مدعیش برابری حقوق شهروندی است و آمده میگه که میزان افغان بودن مردم است نه قومیتشان و ملیتهایشان و تناسبات ملیتیشان، در این وضعیت و توجه به آگاهی که در 15 سال اخیر مردم پیدا کردن نسبت به وضع سیاست جامعه، طبیعی است که طرح تک کرسی در افغانستان جواب نمیده با توجه به اینکه هم وضعیت آماری دقیق نداریم و هم آگاهی جامعه در اون سطح هست که دیگه این طرح را نپذیرن.
یکی از مشکلات فنی موجود در طرح انتخاباتی حکومت مربوط به سهم و چگونگی انتخاب نمایندگان زن و مرد است. در این طرح آمده است که تنها انتخابات در بخش انتخاب نمایندگان مرد به صورت تک نماینده‌ای انجام خواهد شد و سهم زنان بدون تغییر به صورت قبل باقی خواهد ماند. بر اساس این طرح نه ولایت را میتوان حوزه انتخاباتی مردان دانست و نه ولسوالی ها را، بلکه باید چارچوب و ساختاری جدید روی دست گرفته شود که چنین چیزی در طرح نیامده است. همچنین مشکل ولایت‌های دارای دو کرسی مانند پنجشیر، نورستان و نیمروز در این طرح مسکوت مانده و لاینحل باقی گذاشته شده است. جداسازی حوزه‌های انتخاباتی زنان و مردان به لحاظ فنی اصلاً امکان پذیر نیست. این کار در واقع به معنی برگزاری دو انتخابات، یکی در سطح ولایات و دیگری در سطح حوزه‌های انتخاباتی خواهد بود. جدای از آن، چگونگی و مکانیزم اخذ رأی و شمارش آرا بیش از همه چالش برانگیز و جنجالی خواهد بود. از منظر دیگر، خلای اطلاعات آماری و جمعیت شناختی کشور چالش اساسی دیگری است که فراروی طرح تک نمایندگی شدن انتخابات مجلس نمایندگان وجود دارد. بر اساس حکم 83 قانون اساسی، مبنای تعیین حوزه‌های انتخاب اعضای مجلس نمایندگان میزان جمعیت است. در حالی که هیچ سرشماری معتبری در افغانستان صورت نگرفته و از سوی دیگر حوزه‌های جدیدی بر اساس این طرح باید ایجاد گردند، با هیچ یک از تقسیم بندی‌های اداری مانند ولایت و ولسوالی سازگاری ندارد. حتی اگر بر اساس جمعیت تخمینی حوزه‌های انتخاباتی تعیین گردند، باز هم برگزاری انتخابات بر مبنای طرح تک نمایندگی شدن پرچالش است. چنین انتخاباتی بر لحاظ اقتصادی به شدت هزینه بر است و این در حالی است که نهادهای انتخاباتی همواره در طول دوره‌های انتخاباتی گذشته با کمبود بودجه مواجه بوده و همواره خواستار جلوگیری از انجام اموری بودند که منجر به پرهزینه شدن انتخابات می‌شدند. در چنین وضعیتی کشور برای تامین هزینه‌های مالی انتخابات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر این موضوع نابسامانی‌های اجتماعی و دوری بیش از پیش اقوام مختلف کشور را باعث می‌شود و بدبینی را میان قومیت‌های مختلف در کشور گسترش می‌دهد. هرچند یکی از تحلیل‌هایی که در مورد روی دست گرفتن چنین طرحی از سوی حکومت در حال حاضر مطرح و به شدت بازنشر می‌گردد، بحث انگیزه‌های قومی است. در این تحلیل مبنای این طرح گرایش ها و انگیزه های قومی دانسته می شود که سعی دارد با تک کرسی کردن انتخابات زمینه ی حضور بخشی از اقوام کشور را در مجلس پررنگ تر کرده و پاسخ به چالش هایی بدهد که در سیستم فعلی انتخاباتی در بعضی از ولایات رخ داده است. در این تحلیل ها به عنوان مثال به انتخابات دور گذشته مجلس نمایندگان در ولایت غزنی اشاره می گردد که شرایط امنیتی و گرایش های متفاوت و متضاد مدنی در این ولایت همگونی قومی را در کرسی های این ولایت در مجلس به ارمغان آورد. همچنین طرح تک نمایندگی شدن حوزه های انتخاباتی مسئله اساسی در برابر شفافیت انتخابات خواهد بود و به دلیل عدم امکان کنترل لازم بر تمامی 250 حوزه انتخاباتی، چنین انتخاباتی مملو از تخلف، تقلب و قانون شکنی خواهد بود. ما یک جامعه بدون آمار هستیم. پیشترم خدمت شما عرض کردم. وقتی که نظام آماری دقیق ما نداشته باشیم، کرسی های انتخاباتی به تناسب آمار و به تناسب مناطق درست تقسیم بندی نمیشه. فرض قانون افغانستان در زمانی که قانون اساسی تدوین میشدی بود که افغانستان 25 میلیون نفوس جمعیت داره، برای هر 100 هزار نفر یک نماینده که 250 نماینده. در طرح تک کرسی کردن وقتی که شما جمعیت آماری، اول آمار شاید متفاوت باشه، 25 میلیون جمعیت ما نباشه. از این هم که بگذاریم، در هر حوزه چطوری ما تشخیص میتیم که نفوس از این حوزه چقدر است؟ آمار تشکیلات اداری در افغانستان آمار نبوده که بر اساس جمعیت داده شده باشه. اگر ولسوالی ها ایجاد شده بر اساس اوامر و فرامین سیاسی بوده، اگر ولایت ها تشکیل شده بر اساس فرامین سیاسی بوده، بر اساس سرشماری دقیق جمعیت نبوده. ما جامعه شهروندی نیست که ما بر اساس اصل شهروندی بیایم رأی بدیم. متاسفانه ساخت جامعه قومیتی است، مردم بر اساس نگاه قومی رأی میدن. در یک فضا وقتی که شما ترکیب جمعیتی دقیق نداشته باشین، آمار جمعیتی دقیق نداشته باشین، دقیقاً کرسی های مجلس جابجا میشه و دوباره ما شاهد یک اعتراض عمومی اجتماعی خواهد بود. ای
این اولین باری نیست که موضوع تکنمایندهی شدن حوزه‌های انتخاباتی در کشور مطرح می شود. زمانی بروز جنجال بر سر انتخابات پارلمانی سال 1389 در غزنی هم این طرح مطرح شد، اما مجال طرح گستردن نیافت. در ادامه و در چارچوب حکومت وحدت ملی در کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی بار دیگر مطرح شد، ولی به اتفاق آرا رد شد. حالا این طرح در حالی مطرح می‌گردد که در همین ابتدا انتقادهای بسیاری را برانگیخته و منشأ اختلاف در درون ارگ ریاست جمهوری و مجموعه حکومت شده است. مشخص نیست که سرنوشت این طرح چه خواهد شد، اما مسلم است که حامیان این طرح تمام تلاش خود را خواهند کرد تا با دست آوردن کردیت‌ها و حمایت‌های سیاسی این طرح را به اجرا برسانند. اولین سوال است که چرا رئیس جمهور با توجه به وضعیت موجود امنیتی، فضای آشفته نظام سیاسی که نارضایتی از حکومت وحدت ملی در اوجش است، هم نیروهای مدنی که قبلا موافق حکومت وحدت ملی بودند، هم مخالفینش که مخالف هستند تبدیل به معترضین نظام شدند، چرا همش یک تصمیم میگیرند؟ آیا دولت واقعا به دنبال معطل کردن انتخابات است با تصمیمات جنجال برانگیز؟ اراده اجرای انتخابات پارلمانی وجود داره اصلا یا نداره؟ اگر به نفع شخصشان باشد تمام نیروی خود را تمام جناب به کار میندازند، چون متاسفانه در افغانستان وقتی از یک طرح حمایت میشود یا نمیشود، وقتی که تبلیغ میشود یا علیه قرار میگیرند، بر اساس منافع شخصی خودشان است، نه بر اساس منافع ملی، و یک تجزیه و تحلیل علمی پشتشان صورت نمیگیرد که واقعا برای کشور خوب است یا نه. اجرای شدن طرح انتخابات تک کرسی به دامن زدن بیشتر به نارضایتی عمومی از دولت منجر میشه. این دولت به اندازه کافی بر خود ناراضی تراشیده و شما میبینید بحرانهای قومی هر روز بیشتر میشه، نمادهای قومی برجسته تر میشه. هفته گذشته رئیس جمهور اشرف غنی به بامیان سفر کرد و تحت تدابیر شدید امنیتی کار افتتاح و بهره برداری از چند پروژه انکشافی در این ولایت را انجام داد. آقای اشرف غنی در حالی وارد بامیان شد که فضای اعتراض‌های مردمی علیه تغییر مسیر خط انتقال برق وارداتی از بامیان به سالنگ، به خصوص بعد از حمله خونین دمزنگ کابل، هنوز ملتهب است. این موضوع باعث اعتراض‌های گسترده‌ای در بامیان پیش از ورود آقای رئیس جمهور به این ولایت شد و تجمع اعتراضی مردم در نهایت به خشونت میان پلیس و آنها انجامید. سفر رئیس جمهور اشرف غنی به بامیان در حالی انجام شد که روز قبل از این سفر فضای ملتهبی در بامیان ایجاد شد. نیروهای امنیتی تحت نظر نیروهای گارد ریاست جمهوری در شهر بامیان علیه معترضان وارد عمل شدند و دست به خشونت زدند. معترضانی که در کنار موضوع تغییر مسیر خط انتقال برق وارداتی فریاد دادخواهی برای قربانیان حادثه دوم اسد دهمزنگ سر دادند و بدین ترتیب می‌خواستند این فریاد را به گوش رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های حکومت وحدت ملی برسانند. نیروهای امنیتی ما چند روز قبل از این سفر دست به بازداشت‌های در شهر بامیان و دیگر مناطق این ولایت زدند. گفته شده در طول این زمان تعداد زیاد از فعالان مدنی و همچنین تعدادی خبرنگاران از سوی نهادهای امنیتی بامیان بازداشت شده بودند. روند اعتراض‌ها در کشور به نظر می‌رسد دائما در حال مدنیزه شدن است. خیلی نابسامانی‌ها و کاستی‌های کلانی که به هیچ وجه در روزگار در قرن بسیار قابل قبول و حتی قابل درک نیست، می‌رود تا مسیرهای اعتراضی دیگری در دیگر مناطق کشور بگشاید. قطعاً سرآغاز و منشأ اعتراض‌های مدنی در آینده جنبشی خواهد بود که با محوریت عدالت و حق‌طلبی در مورد تغییر مسیر انتقال برق وارداتی از بامیان به سالنگ آغاز شد. این موضوع و دامنه اعتراض‌های فزاینده به نظر می‌رسد جامعه را بیش از گذشته دچار گسست کند و به خصوص شکاف عمیق میان ملت و دولت ایجاد نماید. اعتراض بامیان ریشه دارد در همون تظاهرات که از جنبش تبسم تا تظاهرات دوم روشنایی اتفاق افتاد. آنچه در این وسط مهم بود، حکومت یا به همین فکر است یا میخواهد فرافکنی کنه که پشت سر جریان روشنایی مخالفان سیاسیش است که میخواهد حکومت را براندازی کنه. هیچ وقت نخواست شفاف سازی کنه و با مردم روی اصل موضوع بحث کنه. مردم بامیان احساس میکردن که سفر سمبولیک است، نمادین است. در هنگام سفر صورت میگیره که مردم خود را آماده میکردن که چهلمین روز شهدای
حادثه جنبش روشنایی یا حادثه دیمازنگ را به یک نوع برگزار بکنن و مردم احساسش بر این بود که نوعی از کوچک جلوه دادن و یک نوعی از فضا سازی باشه برای اینکه مراسم چهلم شهدای جنبش روشنایی یک مقدار نادیده گرفته شود. اتفاق هم که در دهمزنگ رخ داد به عنوان یک فاجعه مرکزی احساسات مردم در اوج خود بالا برد. متاسفانه همه نیروها در فضای بعد از جنبش روشنایی دچار یک سوی تفاهم عمومی هستند. نسبت به دولت بدبینی ها بیش بالا در بالاترین حد خود هست. نسبت به نیروهای جنبش اجتماعی بدبینی ها از جانب دولت در بالاترین حد خود است. حکومت حالا باید هوشیارتر و حساب شده تر عمل کند و در قبال وظایف، مسئولیت ها و وعده هایی که می دهد مسئولیت پذیر و عامل باشد. مردم در طول زمان تغییر کردند و سطح توقع، مطالبات و خواسته هایشان متحول شده است. به هیچ وجه نباید فکر کرد مردمی که در طول 15 سال گذشته با وجود ناهنجاری ها و ضعف ها و کاستی های فراوان در کارکرد مجموعه دولت و حکومت دم بر نیاوردند و هیچ اعتراضی نکردند بعد از این هم صدایی بر نخواهند کشید. سکوت گذشته مردم ریشه در مسائل تاریخی و جنگ هایی دارد که در دهه های گذشته در افغانستان رخ داد. مردم از آن می ترسیدند که با اعتراض و انتقاد فضای ملتهب و حساس کشور از هم وا رود و بار دیگر به ورطه جنگ های داخلی بیفتد. این بدان معنا نیست که هرچه ناکامی ها، ضعف ها و فساد در دولت افزایش یابد، سکوت مردم نیز ادامه می یابد. حباب سکوت مردم با ادامه اوضاع کنونی کم کم در حال ترکیدن است. ترکیدن و باز شدن این حباب موجی از اعتراض‌های گسترده در سراسر کشور خواهد بود که تنها اقدامات بجا منطبق بر عدالت اجتماعی و مبارزه مؤثر با معضلاتی مانند فساد اداری در کشور امکان پذیر است. تجربه بامیان نشان داد که صبر مردم در حال لبریز شدن است و اگر حکومت به خود تکانی ندهد، لبریز شدن صبر مردم میتواند تبعات بسیار ناگواری برای کشور و حکومت وحدت ملی داشته باشد. با توجه به بحران ها آفرینی اخیر دولت، آدم به این تردید میرسه که دولت هم شاید دنبال بحران باشه. مردم یک سقف تحمل دارن، از این سقف بیشتر نمیتونن تحمل کنن. رئیس جمهور وقتی که حرکت کرد یا این هیئت وقتی که میرفت با تبلیغات بسیار زیاد که پروژه های کلان را افتتاح میکنه و برای مردم دستاورد میبره و نمیدونم هزار جات از زندان جغرافیایی خلاص میشه، ولی متاسفانه وقتی که اونجا تمام کارها و برنامه ها را مردم دید، هیچ چیزی در اونجا افتتاح نشد. میدانوایی افتتاح شده افتتاح شد، سرک های افتتاح شده افتتاح شد و کلش در حد یک افتتاح یک دانشکده فقه جعفری بود که به نظر من چیز خیلی مهمی نبود. عملا مردم شاید به این قضیه پیشاپیش جامعه عمل پوشانده بودند. اگر نگاه دولت نگاه آرامش بخش و مسکن دادن به مردم باشه، باید دنبال بحران‌های جدید نباشه، بحران‌های قومی که ایجاد میشه. شما این بحران‌ها را از جنبش روشنایی بگیرین که بهش برچسب زدن تا بحران تدفین نمادهای قومی، اینا هر کدامش تبدیل به بحران میشه برای دولت، تبدیل به یک مسئله قومی میشه. شما از فرمان ندادن در برخی از مسائل بگیرین تا انتخابات، بعد بین در مسئله عدم توجه به مطالبات جنبش روشنایی و بعد مسئله تکرسی شدن انتخابات، اینا نشان میده که اراده عمومی در دولت برای فروکش کردن بحران ها فعلا وجود ندارد. سوریه این روزها درگیر جنگ های خونی نیست. جنگ هایی که از حدود 5 سال قبل آغاز شد و به شکل فزاینده‌ای سراسر سوریه را فرا گرفت. این کشور شد محل حضور گروه های مختلف شبه نظامی با گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت و بعضاً متضاد. آتش جنگ سوریه در این مدت بیش از 200 هزار نفر را به کام مرگ فرستاد و هنوز که هنوز است از مردم سوریه قربانی می گیرد. روزهای گذشته جبهات جنگ در سوریه فعال بود و به خوبی از این وضعیت میتوان نتیجه گرفت که قضیه سوریه قرار نیست به این زودی ها حل شود. هیچ کدام از طرف های درگیر در سوریه اراده کافی برای حل بحران سوریه را ندارند. سفرهای استفان دمستران نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز عموماً بیفایده است. پس از شکست آخرین دوره گفتگوهای مذاکرات صلح سوریه در ژنو نیز دیگر هیچ نشست تازه‌ای برگزار نشده است.
هیچ کدام از طرف ها حاضر نیستن امتیازی به دیگر بدهن و در این حال نمیخوان با دست خالی در مذاکرات شرکت کنند و با شکست میز مذاکرات را ترک کنند. مخالفان سوری برای خود تنها یک گزینه تعریف کردند و آن را تنها راه حل سوریه میدانند که همان رفتن بشار اسد از قدرت است. حکومت سوریه نیز حاضر نیست به هیچ وجه این گزینه را بپذیرد. حتی اخباری که مبنی بر فشار روسها به بشار اسد برای کنار رفتن او از قدرت به گوش میرسد نیز فارغ از دو حالت نیست. یا اساساً دروغ و خیال پردازی های رسانه های ضد اسد است یا واقعاً روسها چنین توصیه‌ای کردند و بشار اسد نپذیرفته است. البته هیچ سندی در دست نیست که صحت و صغم این خبر را تایید کند. اما از آن سوی مشخص است که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دشمنان بشار اسد که بر رفتن او از قدرت اصرار داشتند اکنون دیگر اصراری به کنار رفتن او از قدرت ندارند. تمرکز آنها در حال حاضر برای مبارزه با داعش است و دیگر صحبتی از لزوم کنار رفتن بشار اسد نمی کنند. البته این به معنای آن نیست که آنها از کنار رفتن اسد منصرف شدند، بلکه تنها می توان گفت اولویت آنها دیگر موضوع ماندن یا رفتن بشار اسد نیست. اولویت آنها در حال حاضر تروریسم و داعش است. برای همین دیگر موضع روشنی در برابر بحران سوریه اتخاذ نمی کنند. اگر به وضعیت میدانی سوریه و جبهات جنگی در این کشور با دقت توجه کنیم میبینیم که ارتش سوریه با 300 هزار نیرو و البته به همراه نیروهای متحدش در حال جنگ تقریبا در تمامی جبهه است. از یک سو در شمال در حلب یا با تمامی گروه های تروریستی فعال در آنجا از حرکت ارار شام تا جبهه فتح شام یا همان جبهه النصره سابق در حال نبرد است و سوی دیگر در جنوب در رقعه در حال مبارزه با داعش است. در شمال غربی نیز با کردها بر سر حسکه می جنگد، اما این یک طرف ماجرا است. طرف دیگر جنگ تروریست ها با یک دیگر است. فتح شام و ارتش آزاد در حال نبرد با داعش در مناطق مختلف سوریه هستند. داعش در این مناطق عموماً با گروه های مسلح مورد حمایت ترکیه مبارزه می کنند. یک سوی جبهه نیز کردها که مورد حمایت آمریکا هستند در حال جنگ با مخالفان مسلح از جمله داعش هستند. جنگ در سوریه قطعا به زودی ها پایان پیدا نخواهد کرد، به خاطر که بازی های منطقه‌ای و بازی های جهانی به زودی ها پایان پیدا نمی کنند، به خاطر که منافع کشورها لحظه به لحظه در حال تغییر و دیگرگونی، صفبندی ها در سوریه رنگ و بوی دیگه گرفته. جنگ در سوریه مثل جاهای دیگر به نفع یک تعداد کشورها و کشورها به نفع ملت و مردم و مراد دیندیش نه، بلکه به نفع سرانشان، بخصوص استخباراتشان، بخصوص اردویشان، بخصوص فابریکی سلاح‌سازی است که وی جنگ باید ادامه پیدا کنه و تا زمانی که منافع اینها باشد من فکر نکنم جنگ سقوط کنه. به خاطر از اینکه منافع از کشورها متغیر هست و قدرت ها هم نمیتونه که همدیگه خود را حذف بکنه و براحتی همدیگه خود را نابود بکنه و قدرت های جهانی پایش در اونجا دخیل هست، این جنگ ها همچنان به قوت خود ادامه خواهد یافت و به این زودی ها چشمانداز روشنی را برای سوریه شاهد نخواهد. چندی قبل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ژنو گرد هم آمدند. دو طرف بر چیزهایی توافق کردند که پیش از این نیز توافق کرده بودند، اما این بار عبارتهای تازه‌ای به کار بردند تا به نوعی برای رسانه‌ها تازگی داشته باشد. در حالی که دو طرف پس از 9 ساعت مذاکره طولانی پشت درهای بسته بر مبارزه مشترک با گروه‌های تروریستی به توافق نرسیدند. ایالات متحده موافق حمله به مواضع جبهه النصره که مورد حمایت ترکیه و قطر است نیست، در حالی که روسیه بر حمله بر تمامی گروه‌های تروریستی اعم از داعش و جبهه النصره و غیره تاکید دارد. در این میان با ورود چین به صحنه نبرد سوریه، جنگ سوریه ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. گفته می شود ناو هواپیما بر چین از یک سال پیش در بندر ترتوس پهلو گرفته بود، اما خبر آن در رسانه‌ها منتشر نشده بود. اکنون اخبار جسته و گریخته‌ای مخابره می شود مبنی بر اینکه چینی ها قصد دارند به مواضع گروه های تروریستی چینی که ایغورهای چینی را شامل می شود حمله کنند. گروهی حدوداً 3000 نفره که به جیش الاسلام ترکی معروف است و با القاعده بیعت کرده و عموماً با جبهه النصره همکاری دارد. به این ترتیب شاهد پازلی هستیم که در آن هر کس منافع خود را دنبال می کند. این پازل پیچیده و مارمانند سبب می شود تا به این نتیجه برسیم که فعلا نه تنها اراده‌ای برای بحران سوریه وجود ندارد، بلکه قرار است این جنگ فعلا ادامه داشته باشد. در حال حاضر برای روسیه مهم است که حلب به هر قیمتی آزاد شود.
آزادی حلب هم به حکومت بشار اسد قدرت بالایی میدهد، هم جایگاه استراتژیک روسیه در سوریه را تقویت میکند. برای همین بر آزادی حلب اصرار دارد. روس‌ها امیدوارانه به این ترتیب میتوانند نبض تحولات سوریه را به طور کامل به دست گیرند و آمریکایی‌ها و کلاً غربی‌ها را وادار به عقب نشینی کنند. آزادسازی حلب قدرت چانه‌زنی روس‌ها را در برابر عرب به ویژه عربستان سعودی و قطر نیز بالاتر می‌برد و به ناوی آنها را وادار به عقب نشینی از مواضعشان در سوریه می‌کند. از سوی دیگر باعث برتری استراتژیک روسیه در برابر ترکیه نیز می‌شود. حفظ حلب در دستان مخالفان سوری برای ترک‌ها هم اهمیت بسیاری دارد. با این حال این نبرد نبردی نیست که به راحتی پایان یابد. در نبرد که ترک‌ها، عربستانی‌ها، قطری‌ها، آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها و روس‌ها همگی نسبت به آن حساسیت دارند، طبیعی است که فرایند نبرد پیچیده‌تر باشد و به نتیجه رسیدن آن زمان ببرد. کما اینکه شاهد این پروژه آزادسازی کاملاً ولایت حلب اکنون 7 ماه که آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. از جانب دیگر برای آمریکایی‌ها در حال حاضر تنها مسئله مهم آزادسازی رقعه در دست داعش است، ولی آمریکایی‌ها اهمیتی نمی‌دهند که بحران سوریه به این زودی‌ها پایان یابد. آزادی رقعه از دست داعش می‌تواند دستاورد مهمی برای دموکرات‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. برای همین بیش از آن که به فکر حلب باشین و این فکرن که رقعه از دست داعش آزاد شود. اما در مورد حلب آنها تلاش خواهند کرد نبردیان طولانی شود و همه طرف‌ها مجبور به پرداخت هزینه در آن شود. آمریکایی‌ها خوب می‌دانند که پرونده سوریه میراثی است که به دولت بعدی آمریکا خواهد رسید و قرار نیست تحولات تازه‌ای ظرف ماه‌های آینده در آن رخ دهد. برای ایران از همان روز اول حفظ بشار اسد از قدرت مهم بود. هنوز هم این مسئله در اولویت نخستیان است. جنگ سوریه برای ایران در ابتدا تلاش برای حفظ متحد استراتژیک در منطقه در کنار حزب الله و دیگر متحدان منطقه ایش بود. الان این جنگ بر رقابت با قدرت‌های بزرگ در زمینه سوریه تبدیل شده است. ایران وارد کلوب رقابت قدرت‌ها شده و طبیعی است که به دنبال منافع خود از این بازی مهم و سرنوشت ساز باشد. برای همین همانند دیگر کشورهای مدعی در سوریه اگر هزینه‌ای می‌دهد، هزینه رقابت با بازی بزرگان است. قطعاً سوریه یک موقعیت سوق الجیشی داره، موقعیتی داره که به مدیترانه در گلوگاه قرار داره. روس‌ها یک پایگاه سنتی دائمیش سوریه بوده و سوریه را به هیچ وجه نمی‌خواد از دست بده. از او طرف دیگر اگر روس‌ها در قسمت سوریه کوتاه بیا باید خودش درگیر کنه، در آسیای میانه، در شرق اروپا درگیر بکنه. آمریکا یا فرانسه یا اروپا یا روسیه اینا در قصه نیستن که کدام حزب، کدام تنظیم، کدام دین، کدام مذهب قدرت در فلان کشور دارد. اینا به یقین هستن که ببینن افرادی که در قدرت هستن تا چی حد به نفع منافع قدرتمندان کشورها کار میکنند. دولت عربستان هم به خاطر از اینکه هزینه کرده، تلاش کرده، زحمت کشیده که باید دولت بشار اسد به هر شکلی حذف شود و همسویی که با دولت ایران داره باید ای از بین بره، روابط سوریه یا یک هماهنگی که بین سوریه و ایران وجود داره و خطر را احساس میکنه. به همین خاطر عربستان هم به هیچ وجه دوست نداره که دولت سوریه سر پای خود استار شود. کارهایی که آمریکا و فرانسه و امثال هم در سوریه به عنوان مثال میکنن یا در عراق یا در افغانستان، اینا هیچ ربطی به حقوق بشر و دموکراسی ندارد، فقط منافع نه مردم آمریکا، من تاکید میکنم، یا مردم ایران و عربستان، بلکه منافع کسانی که در قدرت است تمویل میکند و اینا دنبال منافع خود است. بحثای سوریه از بحثای سیاسی کلانش به بحثای فرقه‌ای بحث کردها و عرب‌ها منجر شده. هم دولت ایران و هم دولت ترکیه با تشکیل یک دولت کردی و هم دولت عراق با تشکیل یک دولت کردی به شدت مخالف هستند. واقعیت ماجرا اما این است که کسانی که نبرد سوریه را طرح‌ریزی کرده اند خوب می دانند که نتایج این نبرد اگر به سود آنها پیش رود آنقدری ارزش دارد که این همه در آن هزینه کنند. بنابراین می توان گفت عرصه سوریه، عرصه نبرد قدرت ها برای تقسیم آینده استراتژیک منطقه و تعریف قدرت های تازه منطقه است. برای همین این نبرد فعلا ادامه خواهد داشت و نمی توان تصور کرد به این زودی به پایان برسد. خستگی در این نبرد معنا ندارد. اگرچه جنگ طولانی شده است اما بازنده آن کسی است که خسته و واداده از این نبرد خارج شود. و خصوص برای رقبای منطقه‌ای که خستگیشان می تواند عواقب وخیمی در بر داشته باشد.
بینندگان ارجمند هفت روز سیاست، بدین ترتیب به پایان برنامه این هفته میرسیم. متشکرم از همراهیتان. خداوند یار و نگهدارتان باد.